شما ببینم. در سومین مرحله نقطه بیس و تمرکز و شاخصه کار ما پل آبروی تاریخی خرانق بود. در زبان خرانقی یعنی پلی که در دو سوی کشخان و رود واقع شده. ساخت این پل رو نسبت میدن به دوره اشکانی و ساسانی. همچنان که میبینید دو تا دهانه دست راستی اون اصالت بیشتری داره و دو تا دهانه دست چپی اون در دو مرحله سیل دهشتناکی که اومد تخریب شده، ولی دوباره با توجه به نیاز مبرمی که به این سازه بوده اصلاح و مرمت و تعمیر شده توی این قسمت. انشالله این جمع ها زیاد بشه در سراسر استان و در سراسر ایران. چطور مشارکت مردم چه شکلی بود؟ چند نفر؟ ببینید ما به صورت مستقیم 28 نفر نیروی داوطلبی بود و جامعه محلی ما هم بسیار همراهی کردن، محبت کردن، چه در تامین برخی از متریال ها و آذوقه های مورد نیاز و چه در زمینه کار یدی و کمک به پیشبرد کارگاه ها. امروز روز سومیه که تیم جهادی داوطلبان احیای میراث فرهنگی ایران و سومین پروژهشون رو دارن اجرا میکنن توی پل تاریخی خرانق. ما روز اول و دوم سعی کردیم که کولگذاری رو انجام بدیم و شکل آجرهای رومی، تاقهای رومی رو احیا کنیم زیر خود دهانه های پل. تیمی که میبینید متشکل از استادکاران اردکانی و کمک یکی از استادکاران میراث فرهنگی استان یزد هستش که داریم این کار رو انجام میدیم. تعداد زیادی از بچه ها، کارمندان مختلف، استاد دانشگاه، دانشجو در کنار هم دارن کار میکنن و برای میراث فرهنگی و احیای میراث فرهنگی داریم این کار رو میکنیم. این کاریه که ما میخوایم کلید بزنیم و مردم رو متقاعد بکنیم که اگر قرار میراث فرهنگیشون، اگر قرار گردشگری رو رونق بدن، خودشون باید اقدام بکنن و خودشونن که میتونن به این رونق دامن بزنن. این پل آب رو خرون اگه ببینید مدن به اتفاق دوستان یک 3 روزیه داره مرمتش بکنم، خیلی خراب شده بود. حالا با استفاده از همون ابزار قدیم تقریبا باشه جدید خاطی کردم، مثل مثال آجر سنتی که الان بود حالا بردم مرمت بکنم و ایشالله که استکان بخشی کنم و باشه این آثار برای نسلهای آینده. این قلبی نیست، 3 طبقه توی زندگی میکنم. طبقه بالاش تابستونه و بعد زمستونه، زیرش هم باره سویل حیوانات بود. کوسان پردارش میدم. بولش رو یادتون هست آجاقا؟ بله، من اینجا بودم، من سال 38 اینجا رفتم. یعنی تو قلعه زندگی میکردی؟ زندگی میکردم، من سال 38 رفتم. شاهد یک همت جانان جهادی توسط بچه های گروه داما، دوستداران اماکن تاریخی و حامیان میراث کهن شهرستان اردکان و استان یزد و کل کشور بودم که کار مرمت نمای یکی از خانه های ورودی بافت تاریخی خرانق رو، ارگ تاریخی خرانق رو انجام دادن و همچنین مرمت پل آب رو روستای خرانق که اگر این مرمت به صورت اورژانسی توسط این گروه عزیزان انجام نمی شد چه بسا اشکالات اساسی توی این پل ایجاد می شد و امکان تخریبش هم بود. انشالله این کاری که دوستان انجام دادن و بسیار هم اثرگذار هست فعالیت جامع تری هم به دنبال داشته باشه با یک اعتبار بودجه بهتری که انشالله بتونم شاهد رفع همه نواقص این پل تاریخی باشم که قدمتش به دوره ساسانی برمگرده.